علاقمندان دنیای ورزش و مبارزات آزاد، سلام بر شما. بالاخره انتظار به پایان رسید و ما اینجا در افغانستان اینترنشنال با پخش زنده مبارزه عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در خدمت شما قرار داریم. امشب شهر دهلی نو در هندوستان میزبان رقابت‌های مرکزی سازمان MFN است، جایی که مرد ناکاوتی افغانستان با فبریسیو اولیویرای برزیلی مبارزه خواهد کرد. در ماه‌های اخیر ورزشکاران مبارزات آزاد افغانستان در رقابت‌های گوناگون مقابل حریفانشان شکست خوردند. تنها جاوید و فرید بشارت بودند که در بزرگترین سازمان مبارزات آزاد توانستند حریفانشان را شکست دهند. اما در صحبت‌هایی که در روزهای اخیر با عبدالعظیم بدخشی داشتیم، او با اطمینان کامل خودش را پیروز این رقابت‌ها می‌داند که ما هم امیدواریم امشب دست این ورزشکار مشهور افغانستان به نشانه پیروزی از سوی داور مسابقه بالا رود. ما در اینجا در استودیو همکارم مهدی کاظمی را داریم که این مبارزه را به صورت زنده گزارش خواهد داد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام بیننده های محترم افغانستان اینترنشنال. امشب انتظارها به پایان رسید، به صورتی که سعدیه گفت انتظارها به پایان رسید از روزی که ما قرارداد پخش مستقیم و قانونی مبارزه عبدالعظیم بدخشی و فابریسیو اولیویرا را گرفتیم. شروع کردیم به اعلامی که این برنامه به صورت قانونی و مستقیم از افغانستان اینترنشنال نشر میشه. انتظارها به پایان رسید. عبدالعظیم بدخشی امروز وارد رینگ مبارزه میشه در سازمان ماتریکس، سازمان MFN، و امیدوار هستیم تمام بیننده های عزیز، تمام علاقمندان ورزشی مبارزات آزاد و بخصوص علاقمندان عبدالعظیم بدخشی امروز چشمانشون به افغانستان اینترنشنال دوخته شده تا شاهد یک پیروزی خوب از طرف ورزشکارشون باشه. عبدالعظیم بدخشی را در روزهای گذشته ما در برنامه ها داشتیم. او با اطمینان کامل خودش پیروز میدان میدانست. امیدوار هستیم که این اطمینانی که عبدالعظیم بدخشی روی خودش داشت اطمینان کاملی بوده باشه و ما امشب مردم افغانستان بتانن با پیروزی عبدالعظیم بدخشی یک مقداری از غمهایشون دور شوه و اشک شادی و خوشی در گونه هایشون بیان. و ما هم امروز با تمام همکاران فنی مان امیدوار هستم بتانیم کوشش خوبی را بتیم از مبارزه عبدالعظیم بدخشی. مبارزه هنوز شروع نشده، لحظاتی مانده تا شروع مبارزه عبدالعظیم بدخشی. ما مهمانایی هم داریم، مبارزه که قبل از مبارزه عبدالعظیم بدخشی است در حال آغاز شدن است. ما قبل از این مبارزه مهمانایی هم داریم که در برنامه با ما خواهد بود. ما کارشناس MMA را داریم، مبارزات آزاد، آقای ظاهر نوری داور و مربی بین‌المللی ووشو. یک اتفاق جالب قرار است تا لحظاتی بعد رخ بده که همکارم سعدیه جان خدمت شما عرض کرد. قسمه که مهدی گفت ما یک مهمان ویژه هم داریم، اما آله به خاطر بررسی بیشتر این مبارزه، مبارزه که تا دقایق دیگر عبدالعظیم بدخشی وارد رنگ مبارزه خواهد شد، ما به خاطر بررسی بیشتر این مبارزه ظاهر نوری داور مبارزات آزاد را با خود از اسلام آباد پاکستان داریم. آقای نوری سلام بر شما، وقتان بخیر، تشکر از این که دعوت ما رو پذیرفتین. در مورد این مبارزه ای که ممکن است تا دقایق دیگر اتفاق بیفته، اول پیش بینی شما چیست؟ این مبارزه چی خواهد شد نتیجهش؟ با سلام به شما و کاظمی صاحب و تجلی صاحب، من فکر میکنم کلی گپا را شما گفتید. امیدوار هستم که امشب پیروزی به نفع افغانستان تمام شما. البته قبل از اینکه صحبت ها را آغاز کنیم، یک پیروزی به نفع افغانستان رقم خورد که ظهورشاه امرخیل خوشبختانه تونست حریف هندی خود در ثانیه های نخست ناکاوت کنه و یک پیروزی تا اینجای کار به سود افغانستان هست. خب در رابطه با مسابقه عبدالعظیم بدخشی اگر صحبت کنیم، دو مسابقه اخیر عبدالعظیم بدخشی را یکی که سال پار در ماه مارچ 11 داشته که در برابر اکشان بابایوف از آذربایجان و مسابقه اخیرش که در برابر مارسلو از برازیل بود، عبدالعظیم بدخشی بسیار خوب ظاهر شد. یعنی به جرأت گفته میتونم که امشب هم به توکل خدا با مو تجربه‌ای که داره، البته عبدالعظیم بدخشی یک ورزشکاری هست که در کل اگر بگویم آل راوندر است، البته در زمین هم خوب کار میکنه، دست پای بسیار خوب هم داره، استند هم بسیار خوب کار میکنه، یعنی از هر لحاظ عبدالعظیم بدخشی آماده است و بدون شک گرچه که پیش بینی مسابقه بسیار دشوار است، اما با جرأت گفته میتونم که امشب باز هم یک بار دیگر خنده بر لبان تمام مردم افغانستان توسط عبدالعظیم بدخشی رقم خواهد خورد. آقای نوری، شما را با خود خواد داشتیم.
ما از همکارانم دعوت میکنن مهمان بعدی ما را روی خط بیارن. یک مهمان ویژه داریم، شخصی که برای رشد و پیشرفت عبدالعظیم بدخشی سالهای سال زحمت کشید. بله. شخصی که عبدالعظیم بدخشی را در دامن خود پرورش داد. برادر عبدالعظیم بدخشی هم با ماست و خب مهدی، پیش از اینکه ما به میمان ویژه خودت گفتی بریم، اول یک چند کلمه حرف با برادر عبدالعظیم بدخشی بزنیم که امروز اونا بلد. هم در مبارزه عبدالعظیم بدخشی حضور ندارن و این را لایف تماشا میکنن. شما پیامتان در این دقایقی که شاید تا چند دقیقه دیگه عبدالعظیم بدخشی وارد رنگ یک از مهمترین مبارزات میشه، پیامتان برای برادرتان چیست فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز تلویزیون اینترنشنال افغانستان و همچنان خدمت نوری صاحب. تشکر. انشاءالله با امید پیروزی افغانستان و مردم عزیز، قسمی که تمام مردم افغانستان در جریان هستند، زحماتی که شبانه روزی عبدالعظیم بدخشی کشیده، تقریبا 3 ماه در قرنطینه بوده، انشاءالله با توکل خدا یک پیروزی دیگه به مردم افغانستان رقم خواهد خورد. خب آقای بدخشی، شما فعلا اونجا حضور ندارین و در مبارزه قبلی بدخشی هم شما حضور نداشتین و برای بدخشی یک لحظات بسیار احساساتی بود وقتی که پیروز میدان اعلان شده بودن. اگر شما فعلا اونجا حضور می داشتین، امروز در کنار برادرتان می بودین، فعلا برش چی می گفتین؟ خب واقعا همیشه شخصا خودمون برادرها دوستا همه در مسابقاتی که داشتن در کنارش بودن. فعلا واقعا جای تاسف است که ما در کنارش نیستیم. اگر بودن ما در کنارش فعلا روحی بزرگی برش میبخشید، اما ما فعلا نگران نیستیم، چون دوستا همه اونجا هستن به خاطر تشویق و روحیت دادنشان اونجا تشریف بردن. انشاءالله کدام مشکل نیست. فعلا جای تاسف است که ما در کنارش نیستیم، واقعا خیلی خسته کننده است. آقای بدخشی، ما چند روز پیش با عبدالعظیم بدخشی صحبت کردیم. عبدالعظیم بدخشی بارها تکرار کرد که پشت پدر و مادرش دق آورده. حالا هوای پدر و مادرشون چطور است؟ واقعا پدر مادر جان همگی پشتش دق شده، واقعا نبودش خیلی احساس میکنیم. باز در ضمن وقتی که افتخارات و به خوشی لبخند به لبان عزیزمان برمغان میارد، برای ما همه چیز است. ما کوشش میکنیم که مردم عزیزمان در این شرایط فعلی یک لبخند در لبانشان جاری شود. ما کوشش ما این است که مردم عزیزمان در خوش باشند از مسابقه عبدالعظیم بدخشی. واقعا دیگه ببینیم که توکل به خدا که این بار عبدالعظیم بدخشی در کدام راوند نکاوت خواهد کرد. بسیار زیاد تشکر، با شما خواهد بودیم. آقای نوری، ورزش تنها عرصه ای از زندگی انسان هاست که پیام مشخصی را داره برای تمام یک ملت، فارغ از مسائل قومی و قبیله ای در افغانستان. همیشه وقت ورزشکارهای افغانستان در میادین مختلف که درخشیدن، تانستن پرچم افغانستان را به اهتزاز در بیارن، تمام ملت افغانستان در کنارشون بودن. پیام ورزش برای یک ملت چی میتونه باشه؟ خب ورزش پیام است. ورزش چیزی است که سیاه و سفید نمیشناسه، بخصوص ورزشکارها و قهرمانهای افغانستان که از جان و دل مایه میگذارن. و اگر در شرایط کنونی ما بگویم هر ورزشکار افغانستان که به بیرون از افغانستان میره در مسابقات اشتراک میکنه، هر کدام اینا روی نور دیده تمام مردم افغانستان است و هر کدام از این با واقعیت که قهرمانای بسیار خوب هستند. با تمام مشکلات، با تمام کمبودی ها و با تمام مشکلاتی که صد راه ورزشکاران افغانستان هست، شما میبینید که هر روز در کشور ما چی حال است. متاسفانه که بگویم اکثریت قهرمانای ما کشور را ترک کردن و به جاهایی هستند که هنوز سرنوشتشان نامعلوم هستند. هر ورزشکار افغانستان که میره پرچم افغانستان را به اهتزاز در میاره، واقعا در شرایط کنونی یک شاهکار کرده، یک افتخار بزرگ به وطن کسب کرده. اندک و لحظات خنده بر لبان تمام مردم افغانستان تنها امی ورزشکارا هست که میاره. خب اگر مقایسه کنیم سایر عرصه ها را، سیاست، اقتصاد و تجارت، اینا را متاسفانه همه در رکود هست و همه جز افسردگی و همه جز مشکلات دیگه چیزی نیست. همین ورزشکارا هست که هر از گاه خنده بر لبان تمام مردم افغانستان میره و هر کدام از قهرمان و پیام آور صلح هستند. آقای نوری، شما که خودتان داور مبارزات آزاد هستین، حتما مبارزه های عبدالعظیم بدخشی را هم تعقیب کردین و حریفشان که امروز در مقابل عبدالعظیم بدخشی وارد رنگ مبارزه میشه، شما از
از تعقیب کردن این مبارزات سابقشان چی پیش بینی میکنین؟ بازی را امروز در چند راوند تمام میشه و به پیروزی کی از نظر شما، از نظر داوری فنیتان؟ خب یک چیز ما تصحیح کنیم، گرچه ما داور مبارزات آزاد نیستم، ما داور بین المللی و شوستم، اما قسمی که بدخشی صاحب روز گذشته در کنفرانس گفت که ما مسابقه را در راوند اول تمام میکنم، خب البته آماده هست و سر خود اطمینان داره. گرچه که اگر ما ارزیابی کنیم مسابقه پیش بینی کردنش بسیار مشکل است و دشوار است، خب همین قدر که عظیم بدخشی زحمت کشیده در برابر اولویرا هم زحمت کشیده، برزیلی هم ورزشکارای بسیار سختکش هستند، بخصوص در قسمت جوجیتسو و بجیجی اونا بسیار مهارت و حرفه‌ای هستند. ما خوشحال میشیم که عبدالعظیم بدخشی امشب به مسابقه را ببره و پیروز میدان شود، اما یک چیز نباید ناگفته امان که مسابقه مرکزی هست، قرار است که 5 راوند 30 دقیقه‌ای برگزار شود و هر دو ورزشکار تا پای جان تلاش میکنه که برنده مسابقه باشه. و نظر به قسمی که پیشتر گفتم، نظر به مسابقات قبلی عبدالعظیم بدخشی، انشالله که امشب پیروز میدان بدخشی و پیروزی به سود افغانستان خواهد بود. تشکر جناب آقای نوری. آقای بدخشی برمیگردیم. آقای بدخشی، حمایت افراد نزدیک فامیل ورزشکارا و قهرمانایی که در میادین بزرگ ورزشی حضور پیدا می کنند، حمایت اعضای فامیل، حمایت پدر، حمایت مادر، حمایت برادران و خواهران، چقدر تأثیر دارد روی روحیه ورزشکارا و چقدر می تواند مسیر را برای قهرمانی و پهلوانی ورزشکارا فراهم بسازد؟ طبعا ورزشکار یک طبقه است که واقعا از لحاظ مالی، از لحاظ اقتصادی واقعا خیلی ضعیف است، اما توانایی که دارن، اما شوق و علاقمندی که دارن، با همو چیزی که کمی که بدستشان دارن با همو پیشرفت میکنن. طبعا در دوستا، هموطنان عزیز، مردم عزیز ما، ملت عزیز ما، با یگانه کسایی هستن که تشویق و حمایت میکنن به خاطر کسب کردن بیرق و به خاطر افتخار آوردن به کشور. یگانه رشد و موفقیت ورزشکار این است که ایمای مردم است، تشویق مردم عزیز است، تشویق فامیل است. البته در کنار بدخشی صاحب دوستای زیادی بودن، فامیل بوده، برادرها بوده، دیگه همگی در تشویق عزیز نقش داشتن. صاحب جناب بدخشی صاحب، چند لحظه پیش ما با شما تلفنی صحبت کردیم، گفتن مادر بدخشی صاحب استرس زیادی دارن. بله بله، واقعا وقتی که انگامی که مسابقه بدخشی صاحب شروع میشه، دیگه این سر نماز است، سر نماز است، اما نماز خودم میخونه، حتی تلویزیون هم نگاه نمیکنه. باز اما تو دیگه تا وقتی که مسابقه ختم میشه، انگامی که مسابقه ختم شد، باز دوباره اما تکرارش سعی میکنه، اما نتیجه برد و باخت برش باز معلوم میشه. وقت داریم سعدیه؟ بله. آقای نوری، من میشه یک سوال دیگه هم داشته باشم از شما؟ بدخشی صاحب با شما خواد بودیم. بدخشی نوری صاحب، ما امروز شما رو در برنامه داشتیم در بولتنهای خبری زنده ما در بخش ورزش. پخش قانونی یک کلمه بسیار حساس است برای نشر مسابقات ورزشی که بسیار مهم است در دنیای رسانه‌ای. بازم می‌خوام جواب شما را داشته باشم، پخش قانونی و زنده مسابقات ورزشی باید چه فاکتورهایی را داشته باشه؟ خب قسمی که ما در مصاحبه قبلی هم گفته بودم، هر چیز باید قانونمند باشه و قانونی باشه. همینطور که امشب تلویزیون افغانستان اینترنشنال یک گام بزرگ برداشته، البته این بار اول نیست و مسابقات قبلی رو هم پخش کرده بود. الو، صدای مرا دارین؟ بله 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 بله، صدایتان است آقای نوری، بفرمایید. کپی رایت مسابقه البته یک بحث جدا هست که قانون خاص خودش داره و لایحه داره و طرز العمل داره، و متاسفانه ما در افغانستان سالهای پسین شاهد از این بودیم که یک رسانه که یک مسابقه یا یک تورنمنت خریداری میکردن و سایر رسانه هم بدون از اینکه در نظر بگیره تمام جوانب یا حق کپی رایت از اون مسابقه را پخش میکردن، و متاسفانه این در افغانستان تقریبا رایج شده بود که جلوی وزیر نتونست وزارت اطلاعات و فرهنگ بگیره. اما تلویزیون افغانستان انترنشنال بدون شک که تلاش زیاد کرده و سرمایه گذاری زیاد کرده تا این مسابقات به گونه زنده و قانونی بخره، و به خاطر از اینکه لحظه لبخند بر تمام مردم افغانستان بره، و بدون شک یک سرمایه گذار زیاد را روی از این چیز کردن.
تشکر جناب آقای نوری، تشکر آقای بدخشی. و برای آقای نوری و آقای بدخشی با ما هستن، ولی مهدی من که میبینم مبارزه که پیش از بدخشی است در حال تمام شده، تقریبا تمام شد و فکر میکنم مبارزه بعدی از مبارزه عبدالعظیم بدخشی است و تا دقایق دیگر عبدالعظیم بدخشی و حریفش فابریسیو شاید وارد میدان شود و دقایق زیادتر نمانده به این مبارزه. من خواهش میکنم از همکارای فنی یک آمار خلاصه از هر دو ورزشکار را همکارم سعدیه آماده کرده در مورد رکوردهایی که این دو ورزشکار در قبل از این مسابقه داشتن، چند کیلو وزن دارند و در کدام رشته ها تخصص دارند. اگر همکارای فنی را آماده کنند و سعدیه جان بتونند مشخصات کلی هر دو ورزشکاری که قرار است وارد رینگ مسابقه شوند را خدمت بیننده های عزیز افغانستان اینترنشنال تقدیم کنند. Congratulations again, Silent Killer. Can everyone scream at the top of their voices? البته شما فعلا تصاویر از میدان مبارزه را میبینید که تا دقایق دیگر عبدالعظیم بدخشی با حریفش وارد این رنگ خواهد شد و مبارزه بعدی از عبدالعظیم بدخشی و فابریسیو است که قسمی که شما میبینید. آمار عبدالمورد عبدالعظیم بدخشی و حریفش را با شما شریک خواهیم ساخت، ولی فعلا قسمی که میبینید به نظر میرسه که مبارزه در حال شروع شدن است و مبارزه شروع شده. مهدی، مبارزه تا لحظاتی بعد در سازمان MFN شروع میشه، مبارزه‌ای که همه مردم افغانستان منتظرش بودن، عبدالعظیم بدخشی از افغانستان و اولیویرا از برازیل. بدخشی در ماه دسامبر گواریلا از برازیل را شکست داد، ناکاوتش کرد. مرد ناکاوتی افغانستان یک مبارزه را برای یک ملت امشب خواهد داشت. طرفداران عبدالعظیم بدخشی در استادیوم حضور دارند، در ورزشگاه حضور دارند و با پرچم سرنگ افغانستان برای تشویق عبدالعظیم بدخشی حاضر شدند. تعداد زیادی از طرفداران از عظیم بدخشی در روز وزنکشی هم حضور داشتند. ما احساس کردم در وجودم، ما ایرشت را انتخاب کردم و فعلا به ایرشت را ادامه میدم. اگر ریکس را قبول نکنید تو جای نمیرسید. همه خاطر من ایرشت را انتخاب کردم. Meu nome é Fabrício Lagoinhas Oliveira, tenho 31 anos, venho diretamente da cidade de Aracaju, Sergipe, representando meu estado natal, Bahia, representando também Sergipe, representando o povo brasileiro, e viemos buscar fazer história aqui na Aracaju. Ladies and gentlemen, all the way from Brazil, Fabrício Oliveira. دوباره فکر کنم که وارد میدان میشن و قسم میبینی عبدالعظیم بدخشی پرچم سیرنگ افغانستان رو به دست داره. بله بله، طرفدارایش با پرچم سیرنگ افغانستان در ورزشگاه برای تشویقش آمدن. در ابتدا فابریسیو اولیویرا ورزشکار برازیلی وارد رنگ میشه. 31 سال سن داره، 170 سانتیمتر قدش است، 65 کیلو وزن داره و در جمع مبارزین سنگین وزن است. او دو باخت در آخرین بازی هایش داشته. مبارزی است که در میان 778 مبارز در برازیل جایگاه 96 همه دارن. در طول مبارزات حرفه‌ای خود 12 مبارزه داشته، 8 باخت و 1 مساوی در کار نداره. دو مبارزش با حرکت سابمیشن پیروز شده و 8 بار هم تسلیم شده به حریفان خود. دو بار هم با امتیاز داوران بازی را واگذار کرد. در مورد عبدالعظیم بدخشی، وقتی که روی صحنه آمد و وقتی که صدایش کردند که حاضر شود و داخل مسابقه شود، در مورد عبدالعظیم بدخشی معروف به مرد ناکاوتی افغانستان هم معلومات شیر افغانستان که خیلی برام شیر افغانستان عبدالعظیم بدخشی را میشناسند، بخصوص بعد از این مبارزات اخیرش که همیشه قهرمانی به بار آورده. و اینجا لحظات هست که هنوز حریف بدخشی وارد رنگ میشه و حرکات نمایشی که میداشته باشن. مهدی، بله، مبارزات آزاد به صورتی از صدیه که هر مبارز قبل از اینکه داخل رنگ شده و نامش صدا میکنه که آمادگی ها برای داخل شدن بر رنگ بگیره، یک موزیک را خودش انتخاب میکنه، موزیکی که برش روحیه میتره
موزیکی که مورالش بالاتر میبره و این موزیک را به دلخواه خود ورزشکارها میمانند که انتخاب شود و از طریق سازمانی که مبارزات را تنظیم میکنه و موزیک پخش میشه. این موزیکی هم فعلا در روی تصاویر فابریتسی اولویرا نشر میشه، موزیکی است که خودش انتخاب کرده و تا لحظاتی بعد وقتی که عظیم بدخشی وارد رنگ شود و آمادگی ها برای حضور در رنگ بگیره، موزیکی که به دلخواه عبدالعظیم بدخشی است نشر خواهد شد. ببینیم که عبدالعظیم بدخشی چی را انتخاب کرده، یعنی پس حتمی نیست که اینا حتما سرود ملی کشور را که نمایندگی میکنه. هر سرودی را که ورزشکار به دل خود بتونه انتخاب کنه و او موزیک یا او موسیقی روحیش بالا میبره اون انتخاب میکنه. پس بگذار بشنویم که فابریسیو چی را انتخاب کرده. عبدالعظیم بدخشی تا لحظاتی بعد وارد رینگ مسابقه خواهد شد. عبدالعظیم بدخشی با سرودی که انتخاب کرده بود، با موسیقی که انتخاب کرده بود و اما پرچم سرنگ افغانستان که بر شانه ها داشت و طرفداران بیشمار عظیم بدخشی در سازمان MFN در محل برگزاری مبارزه جمع شدند تا روحیه بتن به عظیم بدخشی و یک ملت هم پشت گیرنده های تلویزیونیشان منتظر هستند تا امشب را جشن بگیرند. امشب عظیم بدخشی مبارزی خواهد بود برای یک ملت. و مهدی، جالب است که در این جهده ای سازمانه که عبدالعظیم بدخشی یمیال رفته وارد رنگ شده و مبارزه میته، تعداد از بستگان ستاره های مشهور بالیود هم پیشتر دیده شدن که نشسته بودن و وقتی که عبدالعظیم بدخشی وارد میدان شد خیلی تشویق میکردن. عظیم بدخشی پس از سقوط افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان افغانستان ترک کرد، عازم هندوستان شد، جایی که خواست انتخاب کنه برای ادامه زندگی و به ادامه تمرینات ورزشیش. من فکر میکنم علاقمندان زیادی هم در هندوستان پیدا کرده و این مبارزات آزاد. سازمان MFN تا حدود زیادی زیر مجموعه تایگر شرف، یکی از هنرپیشهای بالیوود است و او این سازمان راه اندازی کرده و عظیم بدخشی هم دو مسابقه آخرش از طریق سازمان MFN تنظیم شده و داخل رینگ شده. امیدوار هستم امروز حریف بدخشی چیزی برای گفتن نداشته باشه در مقابل عظیم بدخشی، مرد ناکاوتی افغانستان. و این مرد ناکاوتی امشب امیدوار هستم یک ناکاوتی دیگرم در کارنامهش اضافه کنه، در کارنامهش ثبت کنه و ملت افغانستان امروز شاید یک دیگر باشه. شما مشخصات عظیم بدخشی و حریفش هم میبینید که عبدالعظیم بدخشی 26 سال داره، حریفش 31 سال داره. عبدالعظیم بدخشی قدش 174 سانتی متر و 7.4 کیلوگرم وزن داره و در جمع و به سنگین وزنان و سبک وزنان در جنوب آسیا اول است و در خاورمیانه دوم است. This is the moment you all have been waiting for. حالا حضرت راوند اول مبارزه عبدالعظیم بدخشی و فابریتسیو اولیویرا از برازیل شروع خواهد شد. شور و هیجان زیادی دارند طرفدارای عظیم بدخشی در سالن و طرفدارای عظیم بدخشی پشت گیرنده‌های تلویزیونیشون. امشب امیدوار هستم که دل ملت افغانستان با یک پیروزی شیرین عبدالعظیم بدخشی شاد شود و عظیم بدخشی پیام‌آور شادی و شور و نشاط و هیجان برای ملت غمدیده افغانستان باشند. ما هم در افغانستان اینترنشنال تلاش می‌کنیم پوشش خوبی داشته باشیم از این مبارزه و تا لحظات پایانی و لحظه امیدوار هستم لحظه شادی عبدالعظیم بدخشی و به اهتزاز در آوردن بیرق افغانستان افغانستان واقعا مهدی و لحظات حساس است. اما قسمی که برای ما تو اینجا و برای بیننده‌ها که پشت تلویزیون نشستن و تماشا میکنن ضربان قلب ما برای زیب مبارزین که فعلا وارد میدان هستن، این لحظات برای اینا چقدر حساس و پر هیجان است، این دیگه خودشان میدانن و ما ضربان قلب ما زیاد شده. تشویق‌های خود داره امیدوار هستم که و تشویق‌های حاضرین که در اونجا هستن. خب بیننده عزیز، با گزارشی بازی در خدمت شما قرار خواهیم.
So I have two professional fighters here. Let's have a good مشورهای داور این مبارزه رو میشنوند و با قوانینی که از طرف تعیین میشه مهر تایید میگذارند و تا ثانیه های بعد مبارزه عبدالعظیم بدخشی از افغانستان و اولیویرا از برزیل شروع خواهد شد. بارها تکرار میکنم که مرد ناکاوتی افغانستان آماده است یک مبارزه سخت و پشت سر بگذارد برای یک ملت. بازی شروع میشه، بازی مرکزی سازمان MFN. هر دو حریف همدیگر رو محک میزنن. عبدالعظیم بدخشی امیدوار هستم در این مسابقه بتونه پیروز میدان باشه. جا خالی که عبدالعظیم بدخشی میده، هر دو حریف منتظر هستن تا حملاتی را داشته باشن. ضرباتی که از طرف پا وارد میکنه اولیویرا و عبدالعظیم بدخشی کنترل خود روی بازی داره و گفته ورزشکاران جا خالی های خود میده و دفاع میکنه، منتظر است تا بتونه ضربات خود وارد کنه. قابیتی اولیویرا کیک بوکسر هم هست و بوکس های بسیار سهمگی داره. عبدالعظیم بدخشی دفاع خود داره، ضربات قابیتی اولیویرا، عبدالعظیم بدخشی کم مونده بازی رو روی زمین ببره. عبدالعظیم بدخشی باید استقامت بیشتری رو داشته باشه. حریفش جوجو سوکار هم هست و میتونه روی زمین بر روی سرپا مهارت خود نشان ده. عظیم بدخشی در این شرایط بارها و بارها قرار گرفته و میتونه کنترل کنه بازی را. عظیم بدخشی دفاع خود داره، در کنج قفس هر دوشون در حال ضرباتی هستن که از طرف زانو زده میشه. عبدالعظیم بدخشی میتونه حریف خود روی زمین ببره. اگر روی زمین ببره، چون عبدالعظیم بدخشی روی زمین خوب کار میکنه و میتونه حرکت سب میشن انجام بده، ضرباتی است که از طرف زانو وارد میشه از طرف اولیویرا. عبدالعظیم بدخشی کنترل خود روی بازی داره، روی مبارزه داره. ضرباتی که عبدالعظیم بدخشی وارد میکنه از طرف زانو، امیدوار هستم عبدالعظیم بدخشی این خاک نشه و بتونه حریف خود خاک کنه. دفاعی که عبدالعظیم بدخشی داره، تماشاگران حاضر در استادیوم هم عبدالعظیم بدخشی را با صدا کردن هایشون در حال روحیه بخشیدن هستند. حریفش سعی داره عبدالعظیم بدخشی خسته بسازه. عبدالعظیم بدخشی هنوز هم در گارد دفاعی است، در کنج قفس جای تغییر میکنه. این دفعه عبدالعظیم بدخشی روی بازی استوار است و میتونه ضربات خود داشته باشه و حتی میتونه حریف خود خاک کنه. عبدالعظیم بدخشی به دلیلی که قدش نسبت به اولیویرا بلندتر است، میتونه زانوهای خود حتی تا سرش برسونه و ضرباتی که میتونه بزنه و حریف خود زودتر خاک کنه و به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنه. نباید زیاد احساساتی شوند، باید کنترل خود داشته باشه. عبدالعظیم بدخشی تجربه خودی داره. ضربات چپ و راست از عظیم بدخشی، چپ و راست عظیم بدخشی ضربه خود روی صورت فابریکو اولیویرا وارد میکنه. این ضربات اگر بتونه به جای درستش بخوره، یقینا حریفش میتونه گیج شوه و روی زمین بیفته. ضربه دیگه ای از عظیم بدخشی، این ضربه اگه به صورت اولیویرا وارد میشد، من فکر میکنم یک ناکاوتی زود هنگام دیگه را در راوند اول شاید میدیدیم. هر دو حریف بازم سر پا هستن، منتظر حملات بعدی هستن. اولیویرا زیادتر میخواد از پای خود استفاده کنه تا تعادل عظیم بدخشی رو به هم بزنه و بعد از اون بوکس های خود وارد کنه، چون همزمان کیک بوکسر خوبی هم هست. ضربه چپ زیبای عظیم بدخشی، حریف در حال فرار است. این نشان میده عظیم بدخشی در حال ای است که بازی رو کنترل داشته باشه و تحت کنترل خود در بیاره. اگر گارد دفاعی عظیم بدخشی برای ضربات پای اولیویرا مناسب تر باشه، میتونه در ضربات بوکس چپ و راست خود حریف خود نقش بر زمین کنه. عظیم بدخشی ضربه‌ای که میره وارد شد و جاخالی داد. عظیم بدخشی نباید خاک شود. دوباره میتونه اولیویرا رو خاک کنه. اولیویرا کیک بوکسر است و روی زمین میتونه درد سرساز شود برای عظیم بدخشی. عظیم بدخشی بازم کنج قفس اولیویرا را در اختیار داره. نباید اجازه بده که اولیویرا زیاد او را خسته کنه و در گارد دفاعی عظیم بدخشی را قرار بده. عظیم بدخشی از این فرصت میتونه در کنج قفس استفاده کنه و در موقع مناسب ضربات خود از پای وارد کنه تا او تعادل دستان خود از دست بده. هر دو ورزشکار روی پای هستن، تا بال هیچ کدام از ورزشکاران خاک نشدن روی زمین. نشان میده که اولیویرا یک مقداری خسته شده و عظیم بدخشی چون تمرینات سخت و سختی را پشت سر گذاشته، میتونه از این فرصتی که در آخرین ثانیه های راوند اول است استفاده کنه. 40 ثانیه
تا پایان راند اول باقی مانده و حریفش در حال فرار از ضربه چپ پای زیبای عظیم بدخشی. این ضربات اگر گارد دفاعی نداشته باشه مطمئن باشن که حریف خاک میکنن. از این بدخشی نباید اجازه بده که از فرصت هایی که از ضربات پایش اولیویرا به دست میاره او را خاک کنه بر روی زمین. از این بدخشی در فرصت مناسب میتونه چپ و راست خودم بزنه. گارد دفاعی عظیم بدخشی در مبارزه امروز نشان میده در دفاع خیلی خوب است و پس از دفاع با سرعت میتونه خودم در فاز حمله قرار بده. عظیم بدخشی اولیویرا بیشتر فرار میکنه و منتظر فرصت مناسب است تا ضربات خود را وارد کنه. به این نشان دهنده حاکمیت بدخشی روی بازی و امیدوار هستم این حاکمیت تا آخر دوام پیدا کنه. راوند اول به پایان میرسه. پایان راوند اول است. خسته شده اولیویرا. ولی میدی اولیویرا بیشتر در حال فرار بود و بسیار چالاکانه بازی میکرد. مبارزش بسیار چالاکانه بود. به اون صورتی که صدی خودت گفتی عبدالعظیم بدخشی قد بلندتری را داره و عبدالعظیم بدخشی 4 ماه تمرینات خیلی سختی را پشت سر گذاشت. ما و شما همیشه وقت در بوتنهای ورزشی با عبدالعظیم و بدخشی صحبت کردیم. او تمرینات خیلی سفت و سختی را پشت سر گذاشت. در گارد دفاعی عظیم بدخشی نشان داد در راند اول که خوب دفاع میکنه و از اون ثانیه هایی که حریف خودش پس از لگد زدن میخواد استوار بسازه، از اون صدم ثانیه از این بدخشی برای وارد کردن ضربات دست چپ و راست خود استفاده میکنه. میدی اما قدر که عبدالعظیم بدخشی بخواست که ضربات مشت لگد وارد کنه برای حریفش، حریفش هم زیاد بخواست که عبدالعظیم بدخشی رو در یک گوشه گیر کنه و حرکت سبمیشن بگیره. من فکر کنم چون یکی از چیزایی که من در مورد حریف عبدالعظیم بدخشی متوجه شدم در چند روزی که میدیدم در موردش میخواندم، بیشتر بازیای از این سبمیشن میگرفت و حریفانش رو توسط سبمیشن تسلیم میشدن برش و به این خاطر فکر میکنم این عالم دموت یک فرصت میباشه که عبدالعظیم بدخشی رو در همچون یک حالت گیر کنه. ببین اولیویرا زیاد تلاش داره عظیم بدخشی رو خاک کنه. او روی زمین میتونه سبمیشن خود اجرا کنه و عظیم بدخشی رو خوب بلد است. حریف خود خوب ارزیابی کرده عبدالعظیم بدخشی و به همون خاطر کوشش داره وقتی که کنج قفس عبدالعظیم بدخشی رو میبره اجازه نمیده که او رو خاک کنه. راوند دوم شروع میشه و عبدالعظیم بدخشی میدونه که اگر تعداد راوندها زیادتر شوه امکان ناکاوتیش ناکاوتی حریفش کمتر میشه، انرژی عبدالعظیم بدخشی کمتر میشه و نمیتونه از ضربات عبدالعظیم بدخشی متاسفانه یک ضربه را دریافت میکنه و پس از اون ضربات چپ و راست خود وارد میکنه. بازم اولیویرا در حال فرار است. عبدالعظیم بدخشی میدونه که حریفش امروز با گواریلا فرق میکنه، حریفش سفت و سخت‌تر است و این حریف میتونه دردسرسا شوه، ولی عبدالعظیم بدخشی آشنایی کامل با حریف خدا داره. امیدوار هستم که بتونه این مبارزه را پیروز میدان شوه. عبدالعظیم ضربات چپ و راست زیبای عبدالعظیم بدخشی، اگه ضربات زودتر بر صورت حریفش پای عبدالعظیم بدخشی رو میگیره. به اون صورتی گفتم صدی حریف میخواد زودتر بدخشی رو خاک کنه تا حرکت سبمیشن انجام بده. عبدالعظیم بدخشی رو خوب میفهمه و به این خاطر کوشش نهاییش است. ضرباتی که از طرف آرنج وارد میشه از طرف عبدالعظیم بدخشی دوباره خاک میکنه عبدالعظیم بدخشی. یعنی خود موقعیتی است که عبدالعظیم بدخشی میتونه حرکت نهایی خود انجام بده. عبدالعظیم بدخشی نباید که فرصتی رو برای اولیویرا فراهم کنه تا اون ضربات پای بر رویش وارد کنه. گارد مناسبی را در میخواد بگیر عبدالعظیم بدخشی تا ضربات دست خود بر سر و صورت حریف خود وارد کنه. عبدالعظیم بدخشی دستان دراستری را داره نسبت به اولیویرا و میتونه در فاصله های دورتر بیشتر دست خود بر صورت حریف برسونه. به این صورتی که این ضربات پشت سر هم در حال زدن است عظیم بدخشی. اگه چند ضربه دیگر هم پشت سر هم تکرار کنه من فکر میکنم حریفش تسلیم میشه. پای عبدالعظیم بدخشی در وضعیت بدی قرار داده و عبدالعظیم بدخشی تلاش داره پای خود از چنگال حریف خود با خارج کنه. ضربات پشت سر همه عبدالعظیم بدخشی، موقعیت عبدالعظیم بدخشی بهتر است. او پای خود باید نجات بده از دست اولیویرا. عبدالعظیم بدخشی اولیویرا میخواد سبمیشن بگیره. دقیقاً پای عبدالعظیم بدخشی رو به اون خاطر اعلان نمیکنه و محکم گرفته تا عبدالعظیم بدخشی تسلیم. ولی ضرباتی است که در ادامه مسابقه برای اولیویرا خطرناک خواهد بود و اولیویرا پس از این ضربات من فکر میکنم انرژیش کمتر میشه و این صورتی که پای عبدالعظیم بدخشی رو ول نمیکنه. عبدالعظیم بدخشی از این فرصت میخواد استفاده کنه و ضربات عبدالعظیم بدخشی، عبدالعظیم بدخشی استوار شد و دوباره عبدالعظیم بدخشی میخواد فرصتی را پیدا کنه تا سر پای استاد شه و بر سر گردن حریف بشینه و بتونه ضربات بعدی خود را وارد کنه. عبدالعظیم بدخشی پای خود از دست اولیویرا نجات و این صحنه ای است و این لحظاتی است که عبدالعظیم بدخشی از او باید استفاده کنه. عبدالعظیم بدخشی فرصت است. بله ضربه زیبای عبدالعظیم بدخشی بر صورت حریف. این ضربات اگه تکرار شود و ادامه پیدا کنه مطمئن باشین که اولیویرا تسلیم میدان خواهد شد. شهر افغانستان عبدالعظیم بدخشی مرد ناکفتی افغانستان
امیدوار هستم که بتونه از این فرصت خود نجات این ضربات اولیویرا خسته شده و این ضربات اگه چند بار دیگه تکرار شود این ضربات اگه تکرار شود عبدالعظیم بدخشی مطمئن باشیم برنده میدان خواهد بود. عبدالعظیم بدخشی بود پای خود از چنگال حریف نجات بده و این حرکت سب میشنه نمانه که انجام بده ضربات پشت سر هم عظیم بدخشی این ضربات بارها و بارها با تکرار شود در یک دقیقه و 50 ثانیه‌ای که از این راوند مانده عبدالعظیم بدخشی اول باید پای خود باز کشید از چنگال حریف حریفش میبینه صدیه که پای عبدالعظیم بدخشی را گرفته و منتظر است حرکت سب نشان خود انجام بده. عبدالعظیم بدخشی این فرصت این بارها و بارها در این موقعیت ها قرار گرفته و امیدوار است حرکت سب نشان عبدالعظیم بدخشی حرکت سب نشان باید اجرا کنه. عبدالعظیم بدخشی و اولیویرا خودش نجات میده. عبدالعظیم بدخشی حال در موقعیت خوبی قرار نداره و باید دفاع خود داشته باشه نمانه که حریفش بر سر و صورتش ضربات وارد کنه. عبدالعظیم بدخشی باز دوباره باید بخزه. بله عبدالعظیم بدخشی بازم شکل خود نشان میده. عبدالعظیم بدخشی نباید اجازه بده که و دوباره حریف خود خاک میکنه. عظیم این بار نوبت عظیم بدخشی است و هر دو مبارز او مبارزش حریفش خسته شده. این فرصت مناسبی است که عظیم بدخشی بتونه حریف خود ناکاوت کنه. این ضربات باید تکرار کنه بر روی سر و گردن حریفش. هر دو مبارز باز دوباره سرپای ایستاد میشن. اولیویرا خسته شده. عبدالعظیم بدخشی هم خسته است. هر دو ایشون باید 50 ثانیه از راوند دو مانده مدیریت کنه. عظیم بدخشی از خستگی حریف خود باید استفاده کنه. ضربات عبدالعظیم بدخشی منتظر هستیم که عبدالعظیم بدخشی این ضربات میتونه تکرار پیدا کنه و حریفش ناکاوت شود. ضربات زیبای عبدالعظیم بدخشی فرصت بسیار مناسبی را داره تا بتونه پیروزی میدان باشه. خسته شدن هر دو ورزشکار ولی از خستگی حریفش عبدالعظیم بدخشی باید قوتی بیشتری را کنه و پیروز میدان در راوند دوم باشه. 20 ثانیه از این راوند مانده. در این 20 ثانیه عبدالعظیم بدخشی این ضربات میتونه که پیروز میدان بسازه. ضربات با تکرار شوه. حریفش با گیج شوه تا داور مسابقه حکم پایان مسابقه را بده. داور دقیق کنترل داره بازی را. این ضربات اگه تکرار کنه عظیم بدخشی حریفش ضربات با تکرار کنه عظیم بدخشی ثانیه های پایانی است. راوند ایام پایان راوند بله عظیم بدخشی با روحیه کامل داخل ریم شده. طرفداران عظیم بدخشی مثل ما خوشحال هستند از راوند دوم موفقیت آمیز عظیم بدخشی. امیدوار هستم در راوند یک راوند پر امتیاز زحمتمند بوده بر عبدالعظیم بدخشی. صحنه‌ای حساس راوند دوم هم میبینه از امتیازاتی که مبارزین مطمئن باش سدیه مطمئن باش با ضرباتی که بدخشی زده از لحاظ داورانی که در بیرون قفس نشستن عظیم بدخشی اگر کار در 5 راوند به نتیجه نرسه عظیم بدخشی پیروز میدان با امتیاز خواهد بود. البته اگر 30 ثانیه دیگه بازی دوام میکرد مهدی فکر کنم که حریفش دیگه تاب نمیورد با او خستگی که دیده میشد در فابریسیو. ولی شانس همراهش یاری کرد که با وقفه رفت و راوند تمام شد. وقتی راوند دوم در ثانیه های پایانی بود سعدیه بدخشی نشان داد که نسبت به حریفش از قدرت بدنی بیشتری برخوردار است. کمتر خسته شد. با اینکه هیچ کسی شکی نداره عبدالعظیم بدخشی هم خسته بود. ولی نسبت به حریفش در ثانیه‌های پایانی بیشتر از ضربات پای و دست خود استفاده کرد. و این نشان میده که قدرت بدنی عظیم بدخشی نسبت به اولیویرا یک مقداری بیشتر بود. سر و صورت اولیویرا را شما مشاهده کنین. تاثیرات ضربات عبدالعظیم بدخشی واضح دیده میشد سر صورت. و عبدالعظیم بدخشی هم میدونه که اگه راوندها بیشتر شود امکانی که حریفش بتونه از خالیگاه‌های موجود از اشتباهاتی که امکان داره عظیم بدخشی طرفدارای عبدالعظیم بدخشی را ببینه مهدی که در اون جزو داره تشویق و مطمئن باشین که 90% از افرادی که در سالن هستن طرفدارای عظیم بدخشی هستن و عظیم بدخشی نمیخواد یک مبارزی بسیار جالب بود برای تمام ملت افغانستان دقیقا. و همه منتظر ازی بودن. عبدالعظیم بدخشی در پلی که یک مبارز خوب است. یک پسر بسیار خوب، یک بچه بسیار با اخلاق است. شما دیدین که در شروع راوند سوم با حریفش دست داد و راوند سوم مبارزه شروع میشه. راوند بسیار سرنوشت سازی خواهد بود. با امیدوار هستم این راوند 5 دقیقه‌ای راوند پایانی باشه و عبدالعظیم بدخشی پیروز میدان باشه. حریفش هنوز هم خستگی در وجودش هست. ضربه چپ زیبای عبدالعظیم بدخشی که دو بار تکرار میشه و جاخالیایی که عبدالعظیم بدخشی بسیار به خوبی از او استفاده میکنه. حریف خود خوب میشناسه. ضربات چپ و راست عبدالعظیم بدخشی بر سر و صورت اولیویرا. این ضربات اگر ادامه پیدا کنه مطمئن باشه حریف بدخشی
اگر ضربه محکم‌تر از این بخوره گیج میشه و بر روی زمین خواهد افتاد. مربی اوریویرا را میبینه که نکات فنی را برای ورزشکار خود اعلام میکنه و عبدالعظیم بدخشی چون پاهای بسیار قوی رو داره، تمرینات سفت و سختی رو روی پای خود داشته، ضربه چپ زیبای عبدالعظیم بدخشی، ضربات باید عظیم بدخشی از فرصت‌ها و خوبی استفاده کنه و ضربات خود بر هدف خود بشانه تا بتونه نتیجه به دست آمده پایان میدان به نتیجه مثبت به نفع عبدالعظیم بدخشی باشه. کنترل میدان اردو ورزشکار بازم روی پای در حال ادامه مبارزه هستند. ضربه پای اولیویرا، ضربه دست عظیم بدخشی. عظیم بدخشی باید تمرکز خود را روی حریف خود داشته باشه، روی ضربات کو وارد میکنه که به همین صورت هم از عبدالعظیم بدخشی دفاع خود داره نسبت به لغت‌هایی که از طرف اولیویرا وارد میشه. اولیویرا بیشتر میخواد بدی که حرکت پا بره و ضربه با پا کنه و سر پای بدخشی او بیشتر فکرم تمرکزش نقطه قوتش اموج است. ببینه قد بلند عظیم بدخشی و دستان درازتر عظیم بدخشی باعث میشه که اولیویرا بیشتر از پای خود استفاده کنه. دستان عظیم بدخشی زودتر به صورت اولیویرا میرسه تا از اولیویرا به عظیم بدخشی. ضربات چپ و راست عظیم بدخشی چپ خوبی میزنه. چپ هایی که عظیم بدخشی میزنه عظیم بدخشی رو بر راست خود آماده میکنه که راست خود بتونه به خوبی وارد کنه و بر سر صورت حریف بشانه. مبارزه مرکزی سازمان MFN است، سازمان ماتریکس فایت نایت، که عظیم بدخشی کنترل خوبی داره. عظیم بدخشی دفاع خوب از عظیم بدخشی خوب را بر سر صورت حریفش وارد کرد. خنده های عظیم بدخشی نشاندن از روحیه بالایی ورزشکار است که میخواد حریف خود از زیر تاثیر حرکات صورت خود قرار بده با خنده هایی که داره. هر دو ورزشکار روی پای هستند. در این راوند تاوال هیچ کدام از ورزشکارا خاک نشدن روی زمین و نتونستن حرکت سبمیشن انجام بدن. ضربات عبدالعظیم بدخشی هم از طرف پا هم از طرف دست بسیار خوب به خوبی در حال روان شدن به طرف حریفش است. حریفش بیشتر در وقتی که حریف از عظیم بدخشی حمله میکنه کوشش میکنه دور کنه و فرار کنه از عظیم بدخشی و در فرصت های مناسب خودش نزدیک. راوند اول تا فعلا حریفش بله بله عظیم بدخشی حریفش بازم در حالی که حریفش قصد داشت بدخشی را خاک کنه، بدخشی از این فرصت زود استفاده کرد. این ضربات زانو و ضربات دست عظیم بدخشی پشت سر هم بر سر صورت اولیویرها در حال نشستن است. این ضربات اگر دوام پیدا کنه و به جای درستش بخوره سدیه، مطمئن باش که حریف بدخشی ضربه پای بود. اینا نشان دهنده از این است که قد بلند از این بدخشی برگ برای پای درازترش دقیقاً و پایش قدرت بسیار خوبی را داره. ما شما بارها با عظیم بدخشی صحبت کردیم، او دعای یک ملت هم پشت سرش هست که بتونه این مبارزه را پیروز کنه. مادرش هم فعلا در سر جایناماز است دعا میکنه برای عبدالعظیم. مادران زیادی امشب علی عظیم بدخشی را در کنار مادرش دعا میکنن. عظیم بدخشی ضربات خیلی خوبی عظیم بدخشی نباید بگذاره تر حالاتی که در حال حرکت از ضربه به پایش بارد. حریفش بسیار خسته است مهدی، بسیار خسته برای ضربه میرسه و از این فرصتی که یک و نیم دقیقه ای که مانده از راوند سوم، من فکر میکنم عظیم بدخشی با عظیم بدخشی بیشتر کوشش میکنه در آخر راوند که حریفش خسته تر میشه بتونه انرژی خود را برای اون تایم ها بیشتر حفظ کنه تا بتونه در ثانیه های پایانی حریفش خاک کنه و ضربات چه بر اثر مهدی در این راوند. در راوند سوم حریف عبدالعظیم بدخشی بیشتر در موقع دفاعی قرار داره و عبدالعظیم بدخشی از اول تا اول در حالت حمله است. ضرباتی که در راوند دوم خورد و ضرباتی که در این راوند خورده عظیم حریف عظیم بدخشی رو وادار میکنه که حریف خود جدی‌تر بگیره. حریف بدخشی قرار میخواد که بدخشی رو خاک کنه و بدخشی میفهمه و حمله به پای بدخشی کرده، نگذاره حریفش رو خاک کنه چون روی زمین بهتر کار میکنه تا روی هوا. روی پای عظیم بدخشی به علت باز بارها و بارها میخوایم تکرار کنم به علت قد بلندترش بیشتر عظیم بدخشی حریفش خاک میکنه. صحنه این است که میتونه سب میشنه اجرا کنه بر روی حریفش. ضرباتی است که عظیم بدخشی وارد میکنه و دوباره هر دو ورزشکار سر پا میشن. لحظات خیلی حساسی است در کنار قفس و امیدوار هستم این کنار قفس رفتن های عظیم بدخشی نتیجه مثبت را برش بده و بتونه حریف خود را با شکست رو به رو بسازه. ضربات عظیم بدخشی از این بدخشی و 20 ثانیه تا پایان دوباره حریف خود میخواد کاک کنه. در این 20 ثانیه پایانی من گفتم صدیه در ثانیه پایانی از این بدخشی میخواد حریف خود ضربات پشت سر هم از این عظیم بدخشی این ضربات با تکرار پیدا کنه. این ضربات با حریفش گیج بسازه و حریفش تسلیم کنه. یک ضربه دیگه عظیم بدخشی، یک ضربه دیگه بزن حریف کاک است. حریفت از و پایان راوند سوم مبارزه عظیم بدخشی و اولیویرا با پایان از چهره اولیویرا مشاهده میکنه چهره خسته است و عظیم بدخشی از کش بیرون میره. عظیم بدخشی
فکر کنم بازی تمام شد. میدی سه راوند بود و ایام راوند سوم بود. از این بعد چی؟ تصمیم داورا چی؟ منتظر میمونیم که چه اتفاقی افتاده در سازمان MFN و هیئت جوری وارد میدان میشن و از داور مسابقه پرسان میکنن که قضیه چی است. امیدوار هستم با شادی که طرفداران دارن و با ضرباتی که حریف بدخشی خورده. من فکر کنم بله. پیروز میدان از عظیم بدخشی. عبدالعظیم بدخشی پیروز میدان. حریف خود خاک کرد و حریف خود. ولی میدی هنوز که اعلان نشده. هنوز که اعلان نشده و حریف شم دست خود از خوشحالی عظیم بدخشی از بلند رفتن بله عظیم بدخشی شک نداشته باشین. شک نداشته باشین که پیروز میدان بوده. و با این شادی که میگم بگذاریم که داور دست کی رو بلند میکنه در این بازی. صد شکی نداشته باش. عظیم بدخشی پیروز میدان است. با این ضرباتی که خودت دیدی، بیننده ها دیدن و تمام ملت افغانستان دیدن. این صحنه ها را تنها در میادین ورزشی میتونیم ببینیم. تمام ملت افغانستان این مبارزه مبارزه ملت افغانستان. و این صحنه ای از حملات عبدالعظیم بدخشی را مهدی. این پیروزی عظیم بدخشی تنها نیست که در راوند سوم است. البته این ضربات مربوط به راوند سوم است. با ضرباتی که وارد شد در راوند سوم. با راوند دوم. در راوند سوم. و این ضرباتی که وارد شد با سر صورتی که حریفش داره، با خوشحالی که عظیم بدخشی کرد، با رفتنش در بین تماشاگرها، مطمئن باش که لحظاتی بعد، ثانیه های بعد، عظیم بدخشی با حیث مرد پیروز، ورزشکار پیروز، لحظات اساس است. این لحظات همه با هم جشن میگیره بیننده عزیز. تو که قدر مطمئن هستی؟ این لحظات همه با هم جشن میگیره. مرد ناکاوتی افغانستان، مبارزه ای برای یک ملت، عظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان. چند ثانیه بعد بگذاریم میدیم داور چند ثانیه بعد عظیم بدخشی مردی از مردی از بدخشانات زیبا و این لحظه ای که تمام ملت افغانستان منتظرش بودن شکی ندارم و شکی نداشته باشم لحظه غرور لحظه افتخار لحظه شادی لحظه شور و لحظه نشاط این لحظه ورزشکار پیروز در سازمان MFN مسابقه مرکزی مهمترین مسابقه After three rounds we go to the judges scorecards All three judges scored about 29-28 for your winner by unanimous decision The Afghan Lion افتخار آفریدی عبدالعظیم بدخشی یک بار دیگه و این افتخار افتخاری است برای تمام ملت افغانستان این عشق های شوقی است که به ندرت و گونه های مردم افغانستان میفتد مردم افغانستان احزاد چی این سجده شکل عظیم بدخشی بگذاریم یک در لحظات از این بازی را بشنویم که در اونجا چی میگذره بدخشی Can I have his two boys to come and translate? Oh, mere do ladke kahan hain? Where are my boys to translate? Fabrizio, great fight, brother, great fight. Really great fight. Hard luck, great fight. Ladies and gentlemen, Fabrizio, kare taliyo! Taliyo for Fabrizio, come on, my Afghan army. There we go. Can we have my translators in? There we go, yes. Would you like to say a few words, Afghan lion? Thank you. रुको बदक्षी एक सेकंड आपके लड़के आ गए यस अब्दुल अजीम बदक्षी आप पर्शियन में बोल देना चलेगा तो बदक्षी ये लंबा चला लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे धम 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 कि ये खत्म हो जाएगा लेकिन चला तीन राउंड कैसा लगा ओके एक सेकेंड ओके आवाज़ आ रहा है सलाम बार तमाम में हाज़िरीन दर तरह सलाम बाबा दिन अफगानिस्तान वाकई मैं फिक्र ना मैं कहता कि फाइट बस ये राउंड बराबर चुरमा द कॉन्फ्रेंस गुफ्ता उस राउंड दवा नॉकआउट नहीं करूं اما ما عارف ما که دیدم فیرم بسیار قوی بود واقعا زحمت زیاد کشیده بود و شکر الحمدلله ما توانستم حریف خدا ببرم I want to say thank you to everyone who showed up tonight. It's an honor to fight for you on behalf of my country.
And as I promised everyone in my press conference that the fight won't last more than one round, but because I had a very good, well-trained fighter, that's why it took three rounds. But I won, and I give this victory to my homeland. Make some noise! MFNH! Aisha ma'am, Krishna, Coach Allen, this is what you all did. MFN ke liye taliya! Make some noise! Aur kya bolna chahenge Badakhshi? Lahzati ziba, lahzati ke millat Afghanistan shayeste e lahzat hastan, millat Afghanistan shayeste e lahzat khushi va shadi hastan. Mayadin varzeshi میادینی است که آل تانک یو آل تیم ام اف ان چیزی با گفتن نداره واقعیت ما همه که و از خانواده خود از پدر جان از مادر جان از همه تشکر می‌کنم از مردم تشکر می‌کنم از استاد حیات تشکر می‌کنم از کسایی که اینجا آمدن ما را تشویق کردن تشکر بسیار زیاد از محمد مصطفی خان استاد وحید امیری استادای عزیزم از استاد زور کسایی هست که نامشون فعلا در یادم نیست تمام از تشکر میکنم زنده باد افغانستان جین I am truly speechless after my victory. It's an honor for me. It's an honor for my country. I want to thank Ms. Sharof. قبل از شروع مسابقه یک پروموئر ایجاد کردن تهیه کردن برای فنی ما یک شعار داده بودن عبدالعظیم بدخشی مرد ناکاوتی افغانستان و مبارزه برای یک I want to thank Coach Zuhur and everyone who has come here tonight to support me. It's been an honor and it's been a pleasure. و ما انشاءالله آمادگی زیاد میریم و مسابقه بعدیم منتظر مسابقه بعدیم باشه تشکر از همتون I will be preparing for my next fight be ready I will come stronger and this time I will bring victory again to my homeland make some noise stay there Fabrizio my brother Elena هر دو ورزشکار در کنار هم قرار میگیرن. Congratulations again. Would you like to extend your thanks? Thanks so much. I hope I very grateful to the opportunity. I wanna great to You can speak in your language. Mike will translate. Alan Finance and every organization to MFN and congratulations to the Fagon Lion. He's very big, very strong. He's a very big fighter. And congratulations to every fans, Fagon Lion fans, because he is amazing. He's made a mess in my Instagram. Congratulations, honestly, it was a brilliant And Fabrizio, fight. You fought very well. Ladies and gentlemen, the Afghan Lion and Fabrizio. You're winner! After! این زیباست، این تصاوی در کننده عزیز ما بتانم ببینم. ما به اون خاطر سکوت کردم. ستارهای بالیود هم میبینیم مهدی کنجا بله، حاضر بله، هستن. بله. ستارهای خیلی مشهور بالیود البته. و عزیزم بدخشی میره طرف تماشاگران. طرف علاقمندایش که برای تشویقش اونجا حاضر شده. و ناگفته نمانه سعدیه که حمایت طرفداران حمایت افغانهای ما که در دهلی بودن بخصوص در این شرایط در این شرایط در کنار عظیم بدخشی قرار گرفتن یک روحیه بسیار خوب داد برای بدخشی و نقش بسیار بزرگی را داشتن تماشاگران و طرفداران عظیم بدخشی برای یک ملت به این طرفداران حمایت کردن مبارزه سخت برای بدخشی نبود مهدی بدخشی بسیار خوب مبارزه را من فکر میکنم کنترل کرد تا آخر و در آخر بسیار پر انرژی و با انرژی و صحیح و سالم برنده میدان اعلان شد در تناسب با بازیه که در ماه دسامبر با گواریلا داشت از برازیل بازی خیلی سخت‌تر بود او بازی را ما پخش مستقیم داشتیم از طریق افغانستان اینترنشنال این بازی به چالش برد یعنی بارها و بارها پای عظیم بدخشی را گرفت و می‌خواست حرکت سابمیشن انجام بده و عظیم بدخشی خوب تانست در او شرایط سخت کنترل کنه و
بتونه بازی را پیش ببره و در نهایت ضرب عظیم بدخشی. لحظات شاد مهدی اینجا میبینی که افغانایی که برای تشویق بدخشی رفته بودن شادی از اونها رو برای یک چند لحظه دیدین که بله. اینجا میبینیم ببینن در داخل تماشاگرانی که در داخل ورزشگاه هستن، در داخل سالون هستن، تمام اینا از یک قوم نیستن، از اقوام مختلف جمع شدن، هدفشون یکی است و با یک پرچم خوشحالی به خاطر پیروزی ورزشکار افغانستان، برای یک ملت، مبارزه برای یک ملت، خوشحالی. این شادی، این جای دنیا دیگه هیچ شادی را رقم نمیزنه برای طرفدارا و هیچ میادین دیگه غیر از میادین ورزشی که عبدالعظیم بدخشی امشب پیام آور شادی و نشاط شد. مهمانای ما مهدی میری به برادر عبدالعظیم بدخشی. آقای بدخشی، شما دیدین که چند ثانیه پیش برادرتان پیروز یکی از بزرگترین میادین شد و مبارزه برای یک ملت با قهرمانی تمام کرد. شما چی احساس دارین؟ تبریکم میگم براتون، تبریکم میگم برای کلگی. ببخشید سوالات مربوط گرفتن نتونستم اینجا کمکی شروع ایاجان شده بخاطر پورتی عظیم جان. دیگه ما سلام مجدد بر شما. آقای بدخشی، شروع هیجان شما کاملا قابل درک است. ولی احساس شما چی؟ بله بله آقای بدخشی، من خواهش میکنم از شما، چون قبل از مسابقه گفتن که مادر عظیم بدخشی استرس زیادی را داره برای مبارزه، حس و حال مادرش هم میخوایم روی پرده تلویزیون داشته باشیم. پیام یک مادر، یک ورزشکار قهرمان افغانستان را میخوایم برای ملت افغانستان ببینیم. واقعا واقعا تا وقتی که مسابقه که شروع شده بود تا وقتی که مسابقه ختم شد اما تو نماز میخوند یک قسم بسیار زیاد پریشان بود. هنگامی که مسابقه ختم شد واقعا یک خوشی و یک لبخند به لبارشون آمدن. تشکر از شما آقای بدخشی. آقای نوری، شما خیلی کوتاه بگویند که مبارزه از نظر شما چطور بود؟ خب ما هم بنابرای خود پیروزی را به تمام مردم افغانستان تبریک میگم. واقعا یک مبارزه بسیار حساس و جذاب و نفسگیر بود. اگر بگویم کاملا متفاوت با سایر مسابقات های عبدالعظیم بدخشی بود، چون اولویرا هم گفتم از اول که از آمادگی کاملا بسیار خوبی برخوردار بود و دیدن که تا آخر هر دو ورزشکار جنگ کردن و مبارزه کردن و خوشبختانه ما خوشحال شدم که پیروز میدان افغانستان شد و عبدالعظیم بدخشی. تشکر از شما آقای نوری، تشکر از شما آقای بدخشی. لطفاً تبریکی های ما رو بر خانواده برسانید و این هم بود از یک مبارزه بر ملت. بله سعدی، ما خیلی افتخار میکنیم که تانستیم پیام آور شادی و نشاط برای مردم افغانستان باشیم. ما تانستیم با پخش زنده و قانونی مسابقه پیام شادی را انتقال بدیم به خانه های مردم افغانستان، خانه هایی که میفهمم در اواخر در این چند وقت اخیر غم و درد و رنج فراوانی را دیدن. شادی دیر شده که به خانه های مردم نرفته بود. یک ساعت امیدوارم برای چند لحظه با یک ساعت برنامه ما غم و اندوه از زندگیشون دور شده باشن و برن از این مسابقه برای جشن این مسابقه پایکوبی کنند، خوشحالی کنند و دعا کنند ورزشکارانشون تا بتونن در میادین بعدی هم خوش بدرخشن. مهدی، پس ما هم بگذاریم مردم که خوشحالیشان را بکنن و از این خوشحالی لذت ببرن و ما هم اینجا از حضور شما خداحافظی میکنیم و این پیروزی را برای تک تک شمایی که بیننده افغانستان انترنشنال بودین تبریک بگیم. برنامه ورزشی ما را دنبال کنید. با افغانستان انترنشنال باشین، موفق و سربلند و کامیاب و پیروز باشین مثل بدخشان.